دلیل مرگ پرستار جوان گیلانی نرجس خانعلی‌زاده اعلام شد. رئیس انجمن مراقبت‌های ویژه ایران گفت کرونا ویروس قدرت کشندگی بالایی نداره. سواد کوهی در ارتباط تصویری گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود مبتلایان به ویروس کرونا در چین حدود 80 هزار نفر هستند و از این تعداد حدود 80% افراد دچار مشکل خاصی نمی‌شوند و حتی نیاز به بستری ندارند. وی تصریح کرد 80% از مبتلایان به کرونا در چین دارای علائمی همچون سرفه، آبریزش بینی، تب و دردهای عضلانی هستند که در واقع در این موارد نیازی به بستری شدن ندارند. با این حال بهتر است که شناسایی شده و در وضع قرنطینه قرار بگیرند تا دیگران را آلوده نسازند. سوادکوی ادامه داد از تعداد 20% باقی مانده باز هم حدود 15% نیازمند بستری در بخش‌های ویژه نیستند و میتوان گفت در حقیقت فقط 5% از مبتلایان در وضعیت حاد ریوی قرار دارند، اما باز هم از این تعداد 2 یا 3% در خطر مرگ قرار دارند. پس کرونا ویروس واقعا قدرت کشندگی بالایی ندارد. وی همچنین در ارتباط تلفنی با این برنامه در خصوص مرگ پرستار گیلانی در هفته گذشته گفت این احتمال می رود که دلیل مرگ ایشان کرونا باشد. رئیس انجمن مراقبت‌های ویژه ایران با بیان اینکه در جامعه جو ترس پراکنده شده است افزود مردم باید ترس را کنار بگذارند. ورود کرونا به کشور حقیقت دارد و نمیتوان از آن فرار کرد. اما ما در این ایام بیکار نبودیم و شرایطی یافتیم تا با آن زورآزمایی کنیم. سوادکوهی در ادامه ارتباط تصویری با این برنامه گفت افرادی که نشانه هایی همچون عضله درد، تب و حالت سرفه داشتن سریعاً به پزشک مراجعه کنند، زیرا این علائم از نشانه های اولیه کرونا می باشد، زیرا باید جلوی پخش بیماری را گرفت. به عبارتی با تایید سوادکوهی، رئیس انجمن مراقبت های ویژه ایران نرجس خانعلی‌زاده به دلیل کرونا درگذشت.